واقعه اصلی آیات شیطانی، مدارک و شواهد از ابن سعد. طبقات کبرا، ابن سعد، جلد اول، صفحه 191. محمد ابن عمر واقدی از مطلع ابن عبدالله ابن هنتب نقل می کنند. چون پیامبر دید قوم او از دیدارش خودداری می کنند، گاه که تنها نشسته بود می گفت کاش چیزی بر من نازل نمی شد که موجب نفرت و رمیدگی ایشان از من شود. پیامبر به دوستان و خیشاوندان خود نزدیک می شد و آنها هم پیش او می آمدند. روزی پیامبر در مجلسی در یکی از انجمنخانه‌های قریش دور کعبه نشسته بود و برای آنها سوره النجم را می‌خواند و چون به این آیات رسید که می‌فرماید افرایتم اللات والعزا و منات ثالثه الاخرى، سوره 53 آیه 19 و 20، چه بینید ای مشرکان در لات و عزا و منات سومین دیگر؟ شیطان این دو کلمه را بر زبان آن حضرت جاری ساخت. تلکل قرانیقل اولا و این شفاحته هنه لترتجا، اینها خوب چهرگان بلند مرتبه اند و شفاعت ایشان مورد امید است. و سپس پیامبر تا آخر سوره را خواند و سجده کرد و تمام حاضران سجده کردند. و ولید ابن المغیره که پیرمردی فرتوت بود و نمی توانست سجده کند، مشتی خاک برداشت و بر پیشانی نهاد و گویند شخصی که مشتی خاک برگرفت و به پیشانی نهاد ابو احیه سعید ابن عاص بود و او هم پیری فرتوت بود. برخی هم می گویند هر دو نفر این کار را کردند و مردم راضی و خوشنود شدند و گفتند معلوم شد که خداوند می آفریند و می میراند و خلق را روزی می دهد و به هر حال الهه های ما هم پیش خداوند برای ما شفاعت خواهند کرد. و به پیامبر گفتند اکنون که برای خدایان ما بهره و نصیبی قرار دادی، ما با تو همراهیم. این سخن بر رسول خدا سخت گران آمد و در خانه نشست. شامگاه جبرئیل به حضور رسول خدا آمد. پیامبر سوره را خواند. جبرئیل گفت من این دو کلمه را نیاوردم و پیامبر فرمود من چیزی را که خدا نفرموده است بر او بستم و خداوند این آیه را به پیامبر وحی فرمود و اگر خواستند تو را بیازمایند از آنچه وحی فرستادیم به سوی تو تا بر ما افترا بندی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند، تا آنجا که می‌فرماید پس نمی‌یابی برای خود یاوری بر ما. محمد ابن عمر واقدی از محمد ابن عبدالله از زهری از ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن حشام نقل می کند که می گفته است موضوع این سجده میان مردم شایع شد و خبر به حبشه رسید و آنجا چنین گفته شد که ولید ابن مغیره و ابو احیه هم پشت سر پیامبر سجده کرده اند. آنها گفتند در صورتی که امثال این دو نفر مسلمان شده باشند، کسی در مکه باقی نمی ماند که سجده نکرده باشد و به هر حال زندگی با خیشاوندان خودمان برای ما دوست داشتنی تر است. و از حبشه بیرون آمدند. همین که به فاصله یک ساعت راه با مکه رسیدند، به گروهی از مسافران بنی کنانه برخوردند و از آنها درباره قریش و چگونگی حال ایشان پرسیدند. گفتند محمد خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام می دهد. آنها هم به همون شرارت خود برگشتند و ما آنها را در این حال ترک کردیم. مسلمانان با یکدیگر برای برگشت به حبشه مشورت کردند و گفتند حالا که تا اینجا رسیده ایم، برویم ببینیم قریش در چه حالی هستند و تجدید دیداری هم بکنیم و سپس برگردیم. محمد ابن عمر واقدی از محمد ابن عبدالله از زهری از ابو بکر ابن عبدالرحمن نقل می کند. ایشان وارد مکه شدند و هر کس در جوار کسی قرار گرفت مگر ابن مسعود
که اندکی ماند و برگشت. واقدی میگوید آنان در رجب سال پنجم بیرون شده بودند و تمام ماه شعبان و رمضان را آنجا بودند و موضوع سجده در ماه رمضان صورت گرفت و آنها در شوال سال پنجم برگشتند. محمد ابن سعد نویسنده الطبقات الکبرى این داستان را از استاد خود واقدی نقل کرده است. محمد ابن جریر طبری هم در تاریخ خود و هم در تفسیرش این ماجرا را از افراد مختلفی نقل کرده است و جالب اینجاست که طبری این واقعه را از محمد ابن اسحاق نیز روایت کرده است. تمامی گزارش ها در نکات اصلی و وقوع این ماجرا با هم اتفاق نظر دارند. من آدرس این ماجرا را از کتاب های دیگر می گذارم. این ویدیو رو لایک کنید تا بریم به تحلیل این موضوع بپردازیم. این منابعی که ذکر کردم تقریباً یک سوم مواردی است که یافتم. تمامی منابع بر روی 5 نکته کلیدی اتفاق نظر دارند. اینکه محمد مایل به کم کردن آزار مشرکان بوده و نمیخواست شرایط با نزول آیات تازه بدتر شود. محمد آرزوی وحی تازه‌ای داشته که بین مسلمانان و بت‌پرستان صلح برقرار کند. وقتی محمد داشت سوره نجم را میخواند، شیطان آیاتی را بر قلب و مغز او القا و وارد قرآن کرد. پس از این ماجرا جبرئیل بر محمد نازل شد و گفت آن دعایه از طرف الله نبوده است و آن آیات را با آیات جدیدی منسوخ کرد. جبرئیل برای اینکه کار محمد را عادی جلوه دهد و او را دلداری دهد، آیات 52 سوره حج را آورد. مبنی بر اینکه شیطان قبلا در زمان انبیاء گذشته نیز چنین کارهایی را می‌کرده است. سوالات: قبول این ماجرا سوالات زیادی را مطرح می‌کند. اصلی ترین سوال این است که آیا شیطان همین یک دفعه چنین کاری کرده است یا اینکه ماجرا باز هم تکرار شده است؟ اصلا چگونه میتوان به چنین پیامبری و کتابش اعتماد کرد؟ به همین خاطر مسلمانان راه درست را در این دیدند که این واقعه تاریخی را به کلی انکار کنند. این ردیه ها از زمانهای دور تا کنون ادامه دارند و استدلال های مشابه دارند. نویسندگان تفسیر المیزان و نمونه هر کدام ردیه ای دارند. محمود رامیار در تاریخ قرآن و عطالله مهاجرانی در کتاب نقد توطئه آیات شیطانی نیز استدلال هایی بر علیه این ماجرا دارند. من فقط میخواهم راویان این ماجرا که کم نیستند را ذکر کنم تا ببینیم این به اصطلاح دشمنان اسلام چه کسانی هستند. کسانی که اولین راویان این ماجرا بودند به 16 نفر میرسند. عروه بن زبیر، اکرمه، ابی صالح، عبدالله ابن عباس، ابن شهاب زهری، الکلبی، محمد ابن کعب القرازی، محمد ابن قیس، ابی عالیه، سعید ابن جبیر، مجاهد، ضحاک، قتاده، السدی، ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن حارث، مطلع ابن عبدالله ابن هنتب. اگر اینها دشمنان اسلام هستند، پس بدا به حال اسلام. با این حرف شیادانه کل احادیث اسلامی زیر سوال می رود. فقط از ابن عباس بالای 1600 حدیث در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است. بقیه نیز به همین ترتیب از راویان مورد اعتماد هستند و روایات زیادی از آنها روایت شده است. البته در هیچ کتابی هم نگفتند که اینها دشمنان اسلامند. افرادی که اینها را در کتابهای خود آوردند از علمای بزرگ زمان خود و حتی تاریخ اسلام بودند. محمد ابن جریر طبری، واقدی، ابن سعد، سیوطی، ابن حجر، زمخشری، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، البزار، ابن مردویه، الطبرانی. اینها انسانهای دیندار بودند که تمام عمر خود را صرف آموختن قرآن و شناخت احادیث کردند و هنوز آثار اینها در تفسیر قرآن و تاریخ اسلام بی‌نظیر است. مطمئنن هر کدام از این افراد معیاری برای انتخاب احادیث داشتند و اینکه آنها را نقل کردند دلیل اطمینان آنها به اسناد آنها بوده است و از فیلتر آنها رد شده است. چیزی که مشخص است این ماجرا توسط یهودیان، مسیحیان
و یا انسان‌های ملحد روایت و مکتوب نشده است، بلکه انسان‌های کاملا دینداری بودند که صرفاً به خاطر باورهای خود و علاقه به دین اسلام این روایت را جمع‌آوری کردند. برخی برای نوشتن کتاب‌های تاریخی و حدیث خود به شهرهای مختلف سفر کردند و سختی‌های زیادی را به جان خریدند. اگر می‌خواهید بدونید نویسندگان اصلی قرآن چه کسانی بودند، ما یه ویدیو درباره‌اش ساختیم که روی صفحه براتون قرار میدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین تا بیشتر دیده شه و این شبکه رو هم سابسکرایب کنین.